خسته مهربان آسوده باش، آنچه از من برایت در باره تو خواهم. بانوی مهربان، هرچه میتوانید بکنید. من میدانم شوهرم چنان غمگین است که گویی این حادثه برای خود او پیش آمده. مرد درست این است خسیو. اما خود خواهم کوشید که دوستی میان تو و شوهرم چنان گردد که بود. بانوی مهربان، مگر کافیو هرچه برای بگذرد همیشه بنده وفادار شما خواهد. میدانم و تشکر میکنم. شما دوست شوهرم هستید، یقین بدانید که بیگانگی و دوری او از شما پیش از اقتضای مصلحت نخواهد. اما ممکن است این مصلحت دنباله پیدا کند، یا از اندیشه های سست و بیمایه محبت گیرد، یا شاخ و برگ های دیگر برآورد. چند وقتی سردار وفاداری و خدمتم را فراموش کرد. این را گمان آورد. روبروی امیلیا که اینجا ایستاده کار تو را بر عهده میگیرد. شوهرم را آسوده نخواهم گذاشت. در هر کاری که پیش گیرد حاجت کاسیو را به میان خواهم آورد. دل خوش دار، وکیل تو مردن را خوشتر دارد از اینکه جانب تو را از دست بدهد. بانوی من، اینک سرورم که میآید. بانوی من، مرخص میشوم. چرا؟ به من مردش نوتی میگویم. حالا نه، خوش نیستم. روی آنکه برای خود کاری بکنم ندارم. چنان که میخواهی بکن. هیچ خوشم نیام. چه گفتی؟ هیچ سبر من. یا اگر نمیدانم چه؟ این کاسیو نبود از نظر در اول. گمان نمی کنم او ببیند شما می آیید. گنه کار مانند دو دیده در برم. گمان می کنم او بود. سرور بزرگ بار به موقع آمد. با نیازمندی در گفتگو بودم که از بیمهری شما دل آزرده است. چرا می گویی؟ نایب شما کاسیو را می گویم. سرور مهربان، اگر مرا روی توان آن هست که دل شما را نرم کنم، خواهشمندم با او باز به سر مهر برایم. او بود مرا میگرد؟ بلی، چنان کف شکسته که باری از غمش بر دل من نهاده و با او هم درد شدم. جان عزیزم، او را نزد خود بخواهید. نه حالا دلت منا، نازنینم، وقت دیگر. آیا به زودی خواهد بود؟ جان شیرین، برای خاطر تو هرچه زودتر ممکن شود. امشب خواهد بود وقت شام؟ امشب نه. پس فردا وقت نهار؟ فردا نهار را در خانه نخواهم بود. با سرکرده ها قرار مراقبتی در قلعه بدم. پس دیگر فردا شب، سه شنبه صبح یا شب، یا صبح چهار شنبه. خواهش دارم وقتی معین کنید. اما از سه روز نگذرد. مایکل کاسیو همان است که انگام معاشقه ما همراه شما می آمد و بارها گاهی که من گله و دلتنگی کردم از شما طرفداری کردم. حالا باید این همه کوشش کرد که او را بر سر کار خود آورد. خواهش دارم از این بگذر. هر وقت می خواهد از تو هیچ دلتنگی ندارم. اکنون خواهش می کنم بگذرم. مرا هم نزید نخواهد. آیا می توانم نپذیرم؟ هرگز. سرورم خوش باش. جان، دست مولا، خوش باش. بجوری نزده تو خواهم آمد. امیلیا، بیا برمی. میل میل شما. هر چی بخواهید فرمان بردارم. ای دختره که نازنین. در این روزگار کاری نمانده. ای ناپاک، بدان که باید بدکاری محبوبم را ثابت کنی. دلیلی عیان بیاور، وگرنه به بهای جان پاینده ی آدمی سوگان. اگر از سگ میزادی تو را بهتر بودی از این که گرفتار خشم برافروختم گردی. ها بدی جهایت بنمایی چنان که به چشم خیش ببینم، یا چنان ثابت کنی که شک را در آن رخنه ی ناخون وام کردن نباشد، وگرنه وای بر تو. اکنون که به او تهمت زده و مرا در شکنجه افکنده ای، دیگر نه خدا بشناخت و پشیمانی بدان. از کرده های خود آسمان را سیران و زمین را حیران سوز، چه بیش از این بر لعنت و عذاب خیش نستانی افسوس. خسته شدم. چی؟ ول کنیم بابا، فکر نمی کنم به جایی برسیم. چیه زیدانی؟ من زیدانم. من جیگر می کشم بیرون. الان پنج ماه این بیشرفا ما رو محضر خودشون کردن. مثلا امروز قرار بوده اجازه این نمایش نامه رو بده. حالا اینقدر اصلا خودشون بود میرم. بابا گوره باباشون. اگه اجازه هم نازم خون میرم بوشون بوشون نمایش میرم. فکر هم از بابا فکر کنه به همین سادگیه. فکر آدم این بخواد یک کنه بکنه میکنه دیگه. ما به اندازی کافی اصلا همون داغون هست.
شما لطفا داغون ترش نفرم. برای من جعبه بست نکنیم. بست چی داد میزنی سرور من سرور من سرور من نمایشنامه رو دقیق بخون دقیقم خوندم خود فقط داد میزنی سرور من سرور من حالا یه بارم روی صحنه بگو سرور من چه خبرتونه بابا داریم کار میکنی مثلا چی کار میکنی جناب اوتلو تیکه ای رو که باید خطاب به شما بکنم دارم حفظ میکنم کدوم تیکه رو آقای یاگو یک چند میترش بگیدی نفعی کنید با شکیبایی میشونید من این پیش سرسر و قرد جا از پای در آمده بودید و برای اسم شما مدی این گونه دست خوش سودا شدن و سنا برازنده بله در این پیش کاتیو بدی جا رو با پس یه سرسه کفه مرگشو گذاشته و خوابیده کاتیو پایی گذاشت کار کنید چه دردتونه؟ بیچاره کمرش درد میکنه حتی و پیش سرسر کار برگشته میخواد خط بیدار میکنه پس نماشتمه یه اوتلو رو شکسپیر غلط نوشته تو چه این همه طرف کاسیو رو میگیری؟ نکنه واقعا یه سر و سری به هم داشته از شما برمتی بخشی من هرگز به شما اهانتی نکردم هرگز کاسیو رو دوست نداشتم خدا تو گرم دستماری را که به تو بخشیده بودم به چشم خود در هفته هم دیدم آرزن فرماشه عالی بود آقا بده بخوابی با دو ساعت گذشته هنوز طرف پیداش نیست کدوم مگه چند تا طرف داریم؟ جناب کارگردان دو ساعت ما رو گذاشته و هنوز خبری ازش نیست بابا جون رفته دنبال اجازه نامه مگه نمیدونی؟ چهار ساعت پیش رفته بالاخره باید تا حالا میمد یا نه؟ گفتن آره اینا که هم خوبی نمیدونی روزگار اجازه نامه آب نباز که نیست بذارن دهنش نزدارن چرا چرم میفرمایید؟ قبلا تنگاشو با حضرات با کنده فقط برای اجازه نامه رفته بیان کام که دلتون واسه معشوقتون تنگ شده گوره بابای جانکا بهتر یه تلفن بزنی منظور کارگردانه کجا تلفن بزنی چه میدونم بابا کوف خونه ارتشی وزارت ارشاد اسلامی ممکن نفع کشتن گوش بسته باشه تازه تلفن زدی جوابش چیه همچه کسی اینجا نهی برادر فکر نمی کنم به جایی برسید ها کلمش آیه نه باید که همش جدی جدی رفتی تو جلد یاگو همیشه خیال میکنی آخر سر پیروز میشی ولی آخر سر به دست شما کشته خواهم شد مگه سرنوشت یاگو همین نیست مگه سرنوشت من چیه من هم آخر سر خودم رو میکشم دیگه از دست همه شماها از دست این دنیای گندگو کثافت البته بعد از اینکه منو کشتید آقای اوتلو خانم دزدمونم داریم بحث جدی خب بچه ها بهتره جایی جمع بستا یه دو صحنه دومه پرده اول رو بگیر موافقی؟ من که موافقم پاشو بینم پاشو اون تنه پاشو بینم سب کن ببینن شما میایید و از کار مانند رو زیده در دارم خوبه ما اینا رو حفظی بیا این همه از واده چیست؟ تبر میکنی زندگان یک خود را در بشک و حسد با هم بودن آن بودن در قرآن در قرآن ما من بسان دوما که خوده چه؟
گرفتن حالا بخون ببینی. بسم الله. به گروه نمایش دماوند اجازه داده می شود که نمایشنامه شکسپیر نوشته اوتلوی دوران الیزابت را به صحنه برد. نمایشنامه شکسپیر نوشته اوتلو نوشته شکسپیر. شما اینا حالیشون نیست بخونید. آره اون تیکه اوتلو که میگه نخست آن را به رنگ‌های آسمان می آرایی اونم لابد از همونو غلط ماشین نویس من درستش می کنم. آره خیلی خوب. در اجرای نمایشنامه ضوابط زیر باید رعایت شود. یک، از بکار بردن کلمات رکیک به طور کامل باید خودداری شود. نمایشنامه که کلمات رکیک وجود نداره. اختیار داری؟ همون صحنه اول پرده دوم، همون جایی که قراره من به تو بگم در خانه‌داری بی بند و بار، در رسم خواب شوخ و عیار. بگم در خانه‌داری بی بند و بار، در رسم خواب وای وای. دو، حجاب اسلامی به طور کامل باید مراعات شد. من با یک روسری قضیه رو حل میکنم. این وقتی که من با شیعر من تنها هستم باید نکشت فهم کنم. خانم جون اینجا تاعت شد میفهمید؟ بچه هم تماشاکی مرد سالونه. یعنی این وقت شما حالیتون نیست تو چه وقتی داری زندگی میکنید؟ اینا مسئله نیست. سه، اهداف انقلاب اسلامی به طور کامل باید رعایت شود. این دیگه شاهکار. تو رو خدا مکتب خشخاش نذار. بذار بخونه. منظورش اگر شما اجازه بدید طوری. به عنوان نمونه یاگو باید به عنوان یک ضد انقلاب یا کودتاکی معرفی شود. نه. جهت خوش بابا. فقط همین اون مونده بود که فردا تو خیابون بیام قرم بگیره و برم کمیته. کی توی کیسه؟ کی تو رو میشناسه؟ بعدش هم با لباس گیره میگه این دوستن. بابا اسمم رو کسر که میخونه. اسم مثل آر برا درست میکنم. بلد پیشه بزرگ. تاکسیو آدمی باید باشد وفادار به رهبر انقلاب که در اثر دستی سوای انقلاب گرفتار سرنوشت شوید. نمایش هم همین شاهد رو بمیرید از فضا به عنوان شهید زنده پیدنن رو سرش به حلوه حلوه رو کنه هره تا بمیرید. شوخی نگید. یه جایی خفه خوب بگیرد. شوخی میکنه. خب من میشه. چهار، نصف درآمد حاصله از فروش بلیط باید به بنیاد شهید و حوزه اندیشه ی هنر اسلامی تعلق. دیگه خودشون میان کنترل میکنن با من نیست. ببینید بچه‌ها، خواهش میکنم، ما چند ماهی که داریم زحمت میکشیم، داریم عرق میریزیم، نذارید با این بهانه های کوچک این کار رو دمین بدونه. ما باید کارمون یه جوری ادامه بدیم، ولی وقت هم چون تا یک ساعت دیگه خود وزیر ارشاد، یک نماینده از ستاد انقلاب فرهنگی و یک متخصص امور فرهنگی هنری میاد اینجا تا آخرین تمرین رو ببینیم. پس خواهش میکنم تا وقت باقیه به خودمون برسیم، لباسامون رو جمع جور بکنیم که میاد دیگه اشکالی را خواهش. این تو بیده دست یواشه. بابا اگه تو بپوشی منم میپوشم. بله دیگه. قریب این درد می‌دارم.
بکشید. حالا بفرمایید من چیکار؟ شما چون سرداری و انقلابی همون شنری که داری کنید گردن همه رو بذارم بذارم. خب بفرمایید بنده چیکار کنم؟ آها شما همون ریختی که داری خوبه. خب یه زده دارم نه سندت میشه های یکی خواهشو نمیخواد من که جوتما پرمه رو خواهش میکنم یک ساعت دیگه دارم میاد. چند دفعه من توضیح بدم تو مثل امیلیا حرف نمیزنی چون امیلیا مثل یک ندیمه ولی با مثل اینجا سر بپاییم یک کمی هم مردونه تر چجوری بهت بگم که دیگر رو بس نیست تو چشم بده تو چشم بزن مانه من بودم نمیخوا تا بیا هیچ خوشم نیامد چه گفتی؟ هیچ سربان من بین هیچ و سربان من یه مکس بزن. چرا؟ چون میدونی که بین تو این مکس خیلی چیزا داره بین بگی که اینو تحریکش کنی چه چیزی هیچ خوشم نیام چه گفتی؟ هیچ مکس داری چون نمیدونی که بین هیچ بسر بر من چرا باید محس بداری؟ چند بار من به تو گفتم یعنی این که تو این سکوت خیلی چیزا میخوای بیاری بگی که تحریکش بکنی دوباره هیچ خوشم نیم چه گفتی؟ هیچ نمیخوام نمیخوام شما رو خواهد این کاسیو نبود از نظر دنم خواهش این لحجه رو چنابه رو یکم غیرتی دیگه چیه؟ تو خطابت فقط بیاگونی به همه یه دنیا هست بعدش هم قضیه یه در ناموسی از گرم یه زده این کاسیه نبود از نزده زنم را یقین دارم که خودش مرد همی که در رفت چی؟ همی که در رفت کسی در رفت همه با که خواهر رسیم با گوشه خواهر رو شدیدیم که در رفت در رفت یه مرد دیگر ما پایش بود من برادر نشیم ما همه اینجا این گربون تو بودم اجازه ما داشتیم از روی این نمایشنامه تمرین میکرد راسته که ما شما داریم اما این شرط زیاده رو نخونیم خلاصه حاج آقا و برادره دارم میام تو باید خیال اون از حد در افت حق داشتیم بشه برادره خواهده هم ساخته بگیرد همچی دور هم که هم شده از یارو کنم باید کرسی خاله شونه برادره یه دره بکنم برادره یه دره حالا حالا خیلی خوش آمدید
حضرت حجت الاسلام این خواهرها چرا نگاه میکنید؟ محمد حسین هستن؟ تو که برای مستره؟ چرا برای اجازه بده همه بنشینم تا آخر برادران و خواهران بتابید شاید قرب و قرب نکه ممکن یادشون رفته اساتید محترم لطف فرمودید قدم رنجه فرمودید بین مرکز فرهنگی و ما همگی از شما متشکریم بندم خیلی متشکرم انشاءالله که همه در خدمت اهداف انقلابی ما باشد این مراکز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقایان از بازیگران بسیار مؤمن و مسلمان هستند که قرار است یک نمایشنامه بسیار بزرگ را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ما به روی صحنه بیاورند و از شما تقاضا کردند تا از حضورتون مستفیض و ارشاد بشید و تو خود بنده محتاج استفاضه و ارشاد هستی ولی با بزاعت مزجات مختصری که داریم حتما دریق نخواهیم کرد بچکر برادران و خواهران قبول کردن که تمام اصول و ضوابط و هنر اسلامی رو بر پیشبرد اهداف ما رعایت کنند بنده فضولتا عرض می کنم همانطور که قراره ما تکنولوژی غرب و شرق و فرهنگ شرق و غرب رو دقیقاً اسلامی کنید این هنر هم که یک درام غربی باید به صورت اسلامی در بیاد انشاءالله که برادرها و خواهرها با راهنمایی شما توفیق حاصل کنند محمد بسید نمکت اینو بسید که یادشون رفته تو مملکت اسلامی هم خیال میکنن چون رو رفته برادر اجازه بفرمایید آقا فرمایشات دارن ها بسم الله القاسم الجباری با درود به امام امت و درود بر امت شهید فرور و درود به پاسداران گلگون کفر از اینی که در جمع برادران و خواهران هستیم یک احساس الهی به ما دست می‌دهد امیدواریم که به یاری هنرمندان متعهد جمهوری اسلامی به کوری چشم استکبار جهانی به پیروزی های هرچه بیشتری چه در جبهه جنگ اسلام بر علیه کفر و چه در جبهه های فرهنگ حق علیه باطل دایل بشویم انشاءالله ابتدا عرض کنم که روحانیت همواره با فداکاری و تلاش عظیم زامن سنگر جنگ و فرهنگ بوده است و هست و خواهد بود ارسلت که بنده بعد از خواندن اصول کافی سقط الاسلام کلیلی در مدر دایت الله بهجتی رضی الله عنه و بعد از به پایان رسندن کشف المراد فی تجرید و شرح تجرید الاعتقاد در خدمت مرحوم شیخ احمد طبسی و بعد از قرائت دقیق تمهید القواعد در حوزه قصبه لنگرود چندین سال هم در مکتب حاجی علی واعظ خیابانی در کهریزک علم دراماتیک آموختم و از این امر اسلامی اطلاعاتی دارم و بدین جهت عرض می کنم که درام و امر درام جزء واجبات شرعی است که مثل تمام امور شرعی الزامات دارید یعنی ساده تر عرض کنم عشق ارتماسی یک امر شرعی است که الزامات داره درام نیست درست مثل عشق ارتماسی الزامات داره الزامات درام اسلامی چه اصل باید داشته باشه؟ یعنی سپایه؟ سپایه؟ یعنی سعت یعنی سرود به زبون سری سپایه منظور وحدت و وحدت مکان و زمان و عمل آج آن این حرفا الهادیست مثلا جزایر اندوس رو چگونه می شود به آخر زمان پیوند زد وحدت و
فقط در بین امت حزب الله باید باشد بلاغش. منظور اصولی است که ارسطو در کتابش گفت. ارسطو منظورشون ارسطاطالیش این آقای کالشی حرفا رو کجا گفته؟ در کتابش بوتیقا بله از اون الباتیقاست. بله بنده چندین سال پیش در محضر حضرت حاج میرزا صادق شمرانی این کتاب رو تلمس کردم. به نظر حقیر بیشتر در باره استرلاب حد زده که مادیگرا بوده و حضرت ابدی نیز اتفاقا رد دیگه ای بر اون نوشته که انشاءالله تعالی در موقع مقتضی به هلیه طبع آراسته خواهد شد. بابر این کتاب کی نوشته شده؟ قبل از میلاد مسیح. بله حضرت ابدی اتفاقا به این نکته اشاره کردن که چون زمان نگارش این کتاب قبل از ظهور حضرت خاتم النبیین صلوات الله سلامه علیه بوده است جزء کتب ضاله است و استناد به اون به هیچ وجه مشروع نیست. پس اون سعتی که فرمودید چی شد گفتم؟ عرض کردم که درام ما درست مثل انقلاب ما به تمام کره زمین باید صادر بشود. از این جهت یک مسلمان مؤمن باید باشد که آخر سر جان بدهد، جوان بدهد، خون بدهد، هرچه که دارد و ندارد بدهد، یعنی جزء جند الله باشد تا درخت تناور جمهوری اسلامی هرچه بیشتر بارور بشود. این پایه اول درام. و اما پایه دوم درام، یک ملحد یا مشرک یا محارب یا از این جز گروهک‌های الحادی باشد که باید به سزای اعمال ننگین و زشت خودش برسد، یعنی علاوه بر جزیه و قصاص و حد و تعزیر و سنگسار و اعدام انقلابی و غیره آخر آخرت یک چنین آدمی در روز میزان نشون داده بشود که چهار بر اونها خواهد رفت تا مایه عبرت دیگران بشود. این پایه دوم درام. و اما پایه سوم سفایه نشون دادن توابیمه که چگونه نور ایمان در اثر ارشاد برادران به قلب اونها تابیده از ضد اونها بیرون آمده به جمع مؤمنین پیوستند. البته لازم است که در درام همیشه سرفکنده باشند و خجالت زده باشند و از گذشته خود نادم باشند، ولی در درام نیز نباید توابین رو آزاد گذاشت. باید همیشه خدا چند پاسدار از جون گذشته مدام مراقب اونها باشد تا نکند که خدای نکرده از ساعت مستقیم منحرف شده به بادی زلال پیوسته خانه تیمی تشکیل بدهد. حضرت بهاءالدین قرجداغی در رسالش موسوم به المعاصی کبیر فی کتاب صغیر به این امر بسیار زیاد توجه کرده. حضرت حجت الاسلام اساتید محترم تمام مواردی که می‌فرمایید در اجازه نامه قید شده و دقیقاً مراعات شده. بنده به عنوان یک طلبه به منظور ارشاد آمده بودم. برادران اساتید هم تألیفات و فرمایشاتی دارن که می‌فرمایید. برادر استاد تاشمند ارشاد بفرمایید. البته بنده در آثار متعدد خود در مورد فن قصه نویسی، فن شعر، فن نمایشنامه نویسی، فن عکاسی، فن سینما و فن شمایل سازی به تفصیل سخن گفتم. خلاصه کنم، امر هنر هرچند ناشی از یک استعداد ذاتی و رعایت دقیق و فنی کاره، اما هنر نمی‌باشد، بلکه هنر وسیله‌ای برای تبلیغ، اونم در جهت اهداف متعالی جمهوری اسلامی ما. بنده میپرسم آیا با اجرای این نمایشنامه ما به این نتیجه متعالی خواهیم رسید یا نه؟ برای هفته اصلی نمایشنامه یا اوتلا راجب این مسائل به طور مفصل قبلا بحث شده. من خواهش میکنم که استاد ارشادشون رو بدهد. روی این اساس بنده از استاد برادر تقاضا میکنم که همه این ما رو ملاه رحم
الرحمن الرحیم. به نام خداوند که با قلم آموختن و بیان را به مردم یاد داد و با درود و ارواح پاک بزرگ اولیای الهی و با سلام بر امام بزرگوار امت، آرزوی مزید عمر توفیق برای ایشان و خونهای پاک شهدای این دیار. اشبت بند ابتداءن شعری میخوانم تا اصول درام به طور کلی روشن شد. یکی از حکما میفرماید حکیمان فشیهیم که شاگرد مسیحیم، بشی مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، حکیمان خبیریم که قاروره بگیریم، که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم. احسنت دارم قاروره گرفتن جزو کارهای آزمایشگاهی گذشتگان بوده است، همون کار که امروزه اصطلاحاً به اون آزمایش ادرار میگن و صرفاً از روی رطوبات و رنگ و بوی ادرار نوع بیماری رو تشخیص میده. خود قاروره ظرفی که بول بیمار رو در اون میریختن اون را پیش طبیب میبردن. در یک متن معتبر عرفانی آمده است که ای کاش تو بیمار بودی من شکرش رو، ای کاش تو بیمار بودی من شکر شور، تا آن که مرا بر تو نمایند ماله. ماله همون ابزاری که به مخرج وارد میکنن و از طریق اون موادی رو داخل روده میکنن که باعث سلامت و شفای بیمار می شود. منظور این است که در جمهوری اسلامی انقلابی ما این دو امر باید مطرح باشه. اولا ما باید قاروره هنرمندان رو بگیریم که گرفتار چه بیماری هستن. جانی اجازه بفرمایید برادر، خواهشمندم عنایت به جنبه تمثیلی انقلابی مبحث داشته باشید. بله قاروره میگیریم، نکنه هنرمندان طاغوتی باشن، انقلاب باشن. این مطلقا به معنی شانشون نیست، این یک امر طبیبانه است و ما حتما باید قاروره هنرمندان رو بگیریم. و اما شکرش رو که در کتب طبی قدیم بر آن خواص زیادی قائل شده اند تفر مایه نشاط روحی و معنوی بیمار است، باعث سلامت و دوام و قوام ایمان به جمهوری اسلامی است و ایمان کردن شکرش رو به معنی ارشاد سیاسی ایدولوژیک است که برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی و مقاومت در برابر شرق و غرب جز آن چاره نیست. در مورد هنر تئاتر این امر مثل تمام امور دیگر امریست جاری و الزامی، یا به زبان دیگر امریست متعهد. یعنی همین شما ادرار ما بگیرن همین چی رو خواهیم رو کنیم همین در برادران خواهد 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 بسیار. اسم اون نماشانه فرمودیم چه بود؟ اوتلو بربان. آبا میشناسم نمیشنده بسیار بزرگیست. کم ردیف بالتر
اسلام شناس بزرگ آلمانی. در یکی از تواریخ گویا در کتاب التعذیر و القصاص خوانده بودند که گوستاو لوبور در اثر مشهورش پلاماریون این شخصیت رو بسیار ستوده و از اساتید برام شمرده. کتابی تألیف کرده است گویا بنام استاد خاطر مبارکتون هست؟ بله، گویا به اسم هنر متعهد و شقاق در هنر غیر متعهد. این گیت آت اندیس کود اندیس گیت اوتلا نویسنده نبوده حاج آقا، اسم نمایش نامه ایست از شکسپیر. بله بنده همین رو عرض کردم. برادر شکسپیر گویا اهل کتاب بوده. بله نمایشنامه‌های زیادی بوده. بله، منظور این است که موحد بوده است یا نه؟ بله قربان، مسیحی بوده. بس به دین مبین اسلام مشرف نشده بوده. رجا جون چطور اسلام شکسپیر قبل از ظهور خاتم النبیین حیات داشتن. انشاءالله که در اون دنیا با شفاعت انبیاء و اولیاء و ما علمای اسلام ببیشه امام امت مورد عفو عنایت الهی قرار بگیره. بسیار. اسم این نماشنامه فرمودین چه بود؟ اوتلو. به نظر حبیر بهتر از خود شاکسپیر در صحنه باشه. شکسپیر نمایش نامه نیست آقا. چه از برادر؟ نمایش نامه نویس بوده. حالا چه فرقی می کند که نمایش در صحنه باشه یا نمایش نامه نویس؟ این امر برخلاف شعار امت همیشه در صحنه ما. آقا بنده قراره یک درام در مورد این شخصیت بنویسم. ولی فعلا برادران اوتلو رو بازی می کنم. بله بله. بنده تا اینجا اشکالی نمی بینم. ولی این برادر اتوغلو انگار از اهالی محترم آذربایجان بوده. آذربایجان یا مراکش؟ مراکش کشوریست اسلامی و با جمهوری اسلامی و انقلابی ما در علابت حسنه داره. پس با این حساب این برادر شکسپیر خاک پرست قبل از ظهور حضرت خاتم النبیین صلوات الله علیه و آله نور اسلام به قلبش تابیده بوده و این برادر اتوغلو رو ارشاد می‌کرده. بله خدا ان شاء الله طریق رحمتش کنه. ولی برادر استاد شما که اهل فضل و کمالات هستید در این خصوص توضیحاتی بفرمایید. بله عرشبت که بله چون خود بنده در امر تشویق این نمایشنامه رأی مثبت داده ام به خاطر خود اوتلو. خیلی متشکرم. اوتلو سردار نامداری بوده است از کشور مسلمان و برادر ما مراکش و این برادر اوتلو درست مثل پاسداران عزیز ما شدیداً طرفدار جنگ بوده است. ایمان داشته است که جنگ رحمت خدا، جنگ نعمت خدا، جنگ کار اولیا و انبیا و امت ساخته شده است از برای جنگ. همه چیز ساخته شده است از برای جنگ. این برادر اوتلو مدام می جنگیده است و مدام به این رحمت الهی اعتقاد داشته است. پس جزو جند الله بوده. بله و به آیه اقتلوا فی سبیل الله ایمان داشته. بله به همین دلیل بود که بندم این نمایشنامه را تصدیق کردم. سیاهان مسلمان همیشه می جنگیدن. بله حتی این نکته یادتون باشد که بلال حبشی مؤذن حضرت رسول نیز یک سیاه بود. بی دلیل نبود حاج آقا که ما این نمایشنامه رو انتخاب کردیم چون مسئله سیاه خیلی مهمه. بله بسیار مهمه. اجازه بفرمایید بنده بگرد. بنده در کتاب معروف هم هنر اسلامی ملاحظه بفرمایید هنر اسلامی در صفحه 32 این صفحه 32 بنده آوردن عجب رسبت که بر گرد آن میگردیم سیاه هست، یعنی همان رنگی که دلیل ستمکشی بخشی از بشریت در طول تاریخ بوده است. سیاه از نظر نژاد پرستان کل تاریخ زشت بوده است. در ادبیات ما نیز آمده است بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد. پس این برادر سیاه مسلمان ستم کشیده کجاست؟ ایشون هستن؟
بنده در نزد مرحوم استاد بزرگوار حق شید کاظم سبزواری مطالب فراغم خونده و این ما مختم حضرت حق شید کاظم سبزواری صاحب چهار جلد تألیفات نفیس هستند بنامهای خواص و جماد، خواص و نبات، خواص و بیبر و خواص و انسان. مرغوم فرمودن که مراکشی ها سیاه هنده برادر که سفید است در حالی که اون برادر پاسدار سیاه بوده. حاج آقا گریمش میکنیم. چی کارش میکنیم؟ یعنی سیاهش میکنیم. با رنگ سیاهش میکنیم با رنگ. شفر الله ربی بعتون کن الان یعنی به خدمت خداوندی دست میبریم. نه از آقا این گریم رنگیه که بعدم شفته میشن باش میشه الان تو بگیم ولی نکته ای به نظر این حقی آمد نکنم این شیاه ها شیطان بزرگ نیز این کار رو کرده باشن. به برادران لانه جاسوسی خبر بدهید که اسرار رو فاش بکنن. همه شون نه هر جتون چه خلیشان تو همونطور که شاعر فرموده است که زنگی به سرسن نگردد سفید چون برها آنها همه روزه سرسولت خلیشان رو میشوید اما سفید نمیشود. درست این حضر و اصلا سیاه سیاه سفر ولی دیگه بیشتون ممکن است بین آن چند نفسیایی که از میان گروگان های لانه جاسوسی آزاد شدن چند نفر این برادر اوتله بوده باشه. و اونجو بالله من الشیطان الرجیم اما عجب قفلتی می کند این برادران مسئول پیش از آزاد شدن باید می بردن بشن فرما و حسابی چیزه می کشیدن تا ببینن که واقعا سیاه هستن یا نکند مثل این برادر اتوگلو اتوگلوهای دیگری باشن. آدم این نکته خاطرتون باشد که همین امشب در هیئت دولت مطرح شود. یادداشت بفرمایید شما هم یادداشت بفرمایید آدم. خب اگر که اساس محترم اجازه بفرمایند ما تمرین رو شروع کنیم. نظر برادران اساتید چیه؟ بله شروع کنیم. شروع میتونیم شروع و ابتدا ضد انقلاب رو معرفی بفرمایید. عرض شد طبق اصول سگانه ای که عرض شد ابتدا ضد انقلاب رو معرفی بفرمایید. من خودم تو انقلاب و همه راه پیمایی شرکت کردم. مثلا تو تو انقلاب چیکار کردی؟ کاری رو که همه کردم. مثلا من به فرمان امام شیشه 50 تا بانک رو شکستم. تو چند تا شکستی؟ من 51 تا. چند تا سینما دیست دادی؟ من کی سینما دیست دادم؟ اینجا معلوم میشه که ضد انقلابی هستی؟ برادر من شهادت میدم والله بالله ضد انقلابی. بابا خودت گفتی ضد انقلابی مگه نگفت؟ نه برادر داره اداشو در میشه. هر که از هر چیزی در بیاره خودش میشه. برادر اجازه بفرمایی برادر پروندهش برمیشی شده ضد انقلاب نیست. خواهش کن اجازه بکنم. ترک تمام فرمایی رو چشم. اما آج آقا شما شاید باشید که ما به وظیفه انقلابی خودمون عمل میکنیم. برادر متوجه هم شیار تاسوده باشه. برادر شیار تاسوده باشه. بله حالا اگه ازدین کفه بسیار لابد این یکی برادر اون یکی برادر جزو تبابی هستن. بله بله ایشون خداوند شما رو در کنف عنایت خودش پذیرفته و در رحمت رو الحمدلله به روی شما گشوده. قبلا عضو کدام یک از گروه حکای محارب بودید؟ بنده هیچ کاره بودم بازی با. من بازیگر تئاتر. منظور حاج آقا اینه که در نقشی که بازی میکنی دارای چه نوع عقایدی هستی؟ من کاسیو هستم. من چه اعتقادی دارم؟ نقش کاتیو رو بازی کنی که جزء توابینه قبلا چه نوع اعتقاداتی داشتید؟ الان خدمتتون عرض می‌کنم استاد شخصیت شما رو یافو در ابتدای نمایشنامه دقیقاً تشریح کرده. خواهش می‌کنم که این کارو بکنید. الان توجه کنید. ولی او منظورش ولی او بس که مست نخوت و پایبند ابراز خویش است
با سخنان پرتمترا خاک در چشمشان کرد و آنهای پس این چه نوع توابش دار؟ توجه بفرمایید که یک زده انقلاب داره راجع بشه این حرف رو میزنه پایی براسی ریاضیدانی بزرگ مردی به نام مایکل کاسیو اهل فلورانس که هنر سپاهیگریش همه یک بوشت یابست در عمل نیزیش ریاض قاسده من بودم با این سخنان شما واقعا جزء توابین هستید ولی گذشته رو باید به طور کامل فراموش کنید که وسوسه و دسائس دشمنان خدای نکرده شما را از صراط مستقیم به بعدی ضرر نکشانند. بسیار حالا بفرمایید لطفا این خواهران چه کارند؟ خواهر دست بولا زن برادرشون جاگو اوتلا زن برادر اوتلا صحیح زن شرعی با عبد کاملش مبارک ایشان اون یکی خواهر دیگر این خواهر دوال اون یکی خواهر دیگر از کردن خواهر امیلیا بسیار خوب این چه کار هستن خواهر ایشان زن برادر یاگو یعنی ایشان بالاخره زن برادر یاگو هستن یا بله بله زن شرقی با عبد کامل هستن مبارک است انشاءالله این برادر اسم این برادر چه بود؟ کاسیو بله این برادر کاسیو متأهل نیست نه 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 ایشون یک معشوقه دارم به نام دیار کاسیو متأهل نیست معشوقه بله من چرا شرکت نکرده؟ دریای مانکرت خدمتش میرسه ولی توجه بفرمایید که یک نمایشنامه فرنگیه آجان در مملکت اسلام داشتن معشوقه و از این قبیل چیزها خلاف شرع است در واقع اساءه فحشاست بالله این سرد ایست که دایره منکرات باید راجع به اون نظر بده قضاوت ارشاد اسلامی به تنهایی نمیتوانه تصمیم بگیره حاج آقا تلیفت دنم کجا؟ حاج آقا احیادی که مأمور دست 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 چه برادر؟ که این مهدیگه زناکار برم داریه برادر خواهش میکنن برادر اینها با بویه همش اتنامی میشه متشکرم من چه جوری میگم پس در نتیجه زن شرعی ایشون در نمایشنامه نقش بیانکار بود. زن من که بازیگر نیست. زن من که بازیگر نیست. پیش مثل ما بودیگر که چی نیست. این خواهر که داشتن؟ بیانکار آره دیگه خیال میکنن که دوانیمونه میشه من به اون مهره یه زن انقلابی مرشو میفهمم لیانکا نه هیچ این یکا نه هیچ چایی بکنم همون که خودشون اسمشو گفتیم آب دیگه خودشون که گفتن معشوقه خودشون بشعات بیدار بیدار توجه داشته باشید همچنان که برادران اساتید گفتن ما به هنر نیازمندیم هنر برای ما بسیار عزیز و محترمی شما مجبورید که به این امر لازم و واجب تن بدهید اون تا همه چی باید مطابق شرع مبین باشید خلاف شرعی اتفاق نیفتاده هر حال برای رفع این مشکل بنده فکر میکنم چاره از حال است همین اصلاعه این ضعیفه رو برای اونی که بعدا سیده می کنیم و کارها رو درم بسم الله الرحمن الرحیم زبشت که نفسی علی المهر المعلوم
قبل تو تزویج علی مخدم نکاح بادت و از سلوات مبارک باشه انشاءالله خواهر این هم بگم از آن شما بفرمایید دهان تو رو شیرین کنید بفرمایید خواهر هم بگم دیان از آن شماست دهان تو رو شیرین کنید مبارک الحمدلله فتر سنت نبری و شرق محمدین به درد و درد در آمدن و کار درست شد مبارک باشه ولی من واجه بودم بگم که نمیتونم بیام و خواهران با موازین شرعی اینجا حضور ان شاء الله ما در این صحنه در کاخ اون آقا جان کوخ توجه به فرمایشات حضرت امام داشته باشید که کاخ نشینان در رفتند و کوخ نشینان در سر کار آمدند در این صحنه ما در کوخ اوتلو هستیم کوخ اوتلو تالار بسیار بسیار مجللی است که در دو طرفش مبل‌های گران قیمت، فرش‌های دست‌باف و چراغ‌های گران قیمت است. در این صحنه در کوخ اوتلو برادر اوتلو، خواهر دزمونا و برادر کاتشیو حضور دارند. مایکل، امشب مراقب کار نگهبانی باشه. بر ماست که در خوشی اندازه نگه داریم و از حدود آبرومندی در نکنیم به یگو دستور داده شده میداند چه کنم با این همه خود شخص مراقب خواهم یگو افسر بسیار شریف است شب خیر مکن فردا صبح زود سخنی دارم که باید با شما در میان آورم نازنین من بیایید چی چیه من نازنین من آجا بده نمیفهمم آجا مگر این دو حلال و محرمه دیگر نیستن چرا همون جوری که قبلا عرض کردم بابا چه اگه حلال و خودمون میگویم نازنین من این حرفا چی آقا چی بگی؟ آقا جان این ها همه قرض زدگی فساد است ما به حلال و خودمون میگویم عیال ضعیف عورت منزل و از این ولی در من چنین نیست خود چنین نیست باید تو به حرف زد که آتش شوق و شهوت در امت برافروخته نشود نازنین من بله دوباره منزل من بیایی پس از جاده سجد باید به اصول سوره زیادشی وزین برادر آتوگلو علاوه بر سرداری از بازاریان محترم نیز بوده است نه قربانی مسئله مسائل روزمره سیاسی و مملکتی و به هر حال خواهر زمنا برادر اوتلو از صحنه خارج شدن میماند برادر کاتسیو که تنهاست برادر یاگو ناگهان وارد شد خوش آمدید یاگو باید به گشت برم هنوز نه سرکار مامل باید ساعت به دهونی نه ببخشید اجازه بفرمایید سرکار معاون چیه؟ در حکومت مرتضوان همه باید به هم بگوین برادر هنوز نه سرکار برادر هنوز نه برادر ساعت به دهونی نه سردار اگر ما را به این زودی مرخص کرده حتما از عشق دزمونا در اینجا هم جای سرزنش او نیست تا کنون یک شب با هم به کام دل نمیدن اما براستی که عروس در خوره شوپیته هست زن بسیار دفری من حتم دارم که سراپا شوب رست و نشان براستی زن شادا بزنی چه چشمانی دارم گیران فتنه این بیدن بنده نمیتونم آجا اینجا که در واقع ترویج فساد و فحشا و زناکاری بنده با حجت و لزگان مرسومی کاملم آجا
برادر یازو میگوید آنها یک شب به کام دل نبودن. شما از کجا میدونید؟ مگه شما تو اتاق خواب اونا بودید؟ آره یا نه؟ به خدا ولی خدا من تا به حال اتاق خواب کسی نبودم. پس این مطلب رو از کجا میفرمایید؟ این مطلب رو شبیه به عمد آورده که یازو و کاسیو رو نسبت به دزدمونا حساس کنه. پس در واقع این برادر کارشون علاوه بر اشاعه فحشا دلالی و واسه دیگه هم بوده. من فقط کارم آقا من یک آموزگار مکانها علاقمند به کار شما دیگری این مطلب رو نمیشه. حس میکنم برادر یازو منظور استاد شما نیستید، منظور یاگوست. پس من کی هستم؟ مگه من یاگو نیستم؟ تو توی نماشنامه یاگویی بیرون که مثل یاگو بی پدر مادر اندازه نیست. بس معلومی که هر هر اون یادم بوده برادر. برادر آقا برادر پاسدار اجازه بده ببینیم چه می شود آخر. بعد چه میشه؟ خواهش بسیار بسیار بر آنها خوش باشم. بیان آیه من کوزه شراب دارم و در بیرون دو سه جوان مرد قبرسی که خوش دارد قدهی به سراب دارم. کوزه شراب؟ کجا تو کوزه؟ بابا کوزه ای در کار نیست. آره خدا میره خالت تو بیرونه. برادر گفت دو جوان مرد قبرسی در بیرون. همه این چیزا زیر سر تو هست. بابا میرم کوزه کجا؟ آره بابا شراب رو که از زبان خورده هست برادر استاد برای ما فرق نمی کنه چه شراب رو تو کافه دراب خورده باشم یا کافه کوکر یا پیش آقا رضا سایلا ما بعد از انقلابی خودم رو انجام میدیم. بخونم چی؟ خبرت نمیدم مگه دما آهنگری؟ برای اینجوری آمد میخواد میکنیم حالا تو تو یکی که حتما خوردی اگه میشه مثل انقلاب نخوره. جناب حجت الاسلام باور بفرمایید این برادران و خواهران از مشکلات و منکرات نیستن. برادر جون در انقلاب تقسیم وظایف شده. بنده نمیتوانم از وزارت انقلابی برادران پاسدار جلوگیری بکنم. اگر این کار رو بکنم خلاف شرع عمل کردم آجان. درست است که نخوردم ولی احمد است که ها کنم. میخوای در بری ها؟ با کن ها کن ها کن کنه قضیه رو بکن نمی که مدرد چه تر جواب کردنه؟ درسته که من از اون یادستی های خوشن نمیام اما الحق و الاسلاف که خوب حق میکنش. صدای عاجزانه دارم ما را از این کار معاف بفرمایید. خیر آجان خیر از همین راه هست که ما میتوانیم جلوی فساد و فحشا رو بگیریم. ملاحظه بفرمایید که کمیته ای تشکیل شده است از ترکیب اعضای مقبل برادران خواهران دایره منکرات و وزارت ارشاد اسلامی که به این امور به طور مطلوب بپردازند و بنده از این بابت که کار این خواهران و برادران اینقدر دقیقه بسیار خرسندم. از برادر استاد تمنا میکنم در مورد این صحنه نظرات خودتون رو بفرمایید. به نظر حقیق بهتر است در این زمینه برادر استاد اظهار نظر بفرمایید. شما بفرمایید برادر. به نظر بنده این صحنه باید به طور کامل حذف بشه چون از نظر درام نویسی فاقد ارزش های معنوی و زیباشناسی الهی. یعنی فاتحه نمایشنامه رو بخونیم و بذاریم کنار. منظور رعایت شیوه فرهنگ انقلابی ما. بله بله میگه که دیگری در کاری. بله بنده از عزیز حجت الاسلام و المسلمین استدعا میکنم که عصبانی نشن و ملاحظه بفرمایید که تمام اینا باید هشت شود اصلاح شود و خواهند شده انشاءالله. بنده یه پیشنهاد اصلاحی به نظرم خواهش به نظر حقیق بهتر است که آن صحنه آخر
که با موازین اسلامی و مقررات ناموسی همسازی دارد اجرا شود. نظر حضرت عالی چیست؟ من به حرفی ندارم بله استاد. اتفاقا در یکی از احادیث سابقه نیز خوندم که درام خوشترست از آخر آغاز بشود. در ضرب المثل های عجم نیز آمده که جوجر و آخر پاییز میخورن میشمارن و میخورن. البته بنده در آثار متعدد خود ارج قرب زیادی به شخص شکسپیر گذاشتم و هم اکنون دست در کار تألیف کتابی هستم که ثابت میکنه شکسپیر عرب بادیه گرد مسلمانی بوده به نام شیخ صبه که استکبار جهانی نام آثار رو تعریف کرده و به این تعریف همچنان ادامه میده. بنده در تحقیقاتم در مورد اثر معروف دیگر مرحوم شهید شیخ صبه به نام روم و جولیت که در اصل همون رحیم و راحله بوده است به این نتیجه هم رسیدم که این دو بعد از عقد و ازدواجی که عشقشون اوج میگیره و این دو خانواده روم و جولیت هستن که با اعتقاد کامل به روابط نامشروع و نامزد بازی باعث یکم که درام میشن. بسیار درسته. در مورد اوتلو چی میفهمید استاد؟ بنده در تحقیقاتم که انشالله به زودی منتشر خواهد شد این نکته را یادآوری کردم که پیرایش و ویرایش متن این درام باید مبتنی بر یک ذهنیت زیباشناسی الهی باشه، چون این درام یک اهمیت قابل توجه داره و اونم دفاع از ناموس و حریم خانواده که بر هر مسلمانی واجب است. حالا می فرمایین ما چه خاکی تو سرمون بریدیم؟ اجازه بفرمایید برادر. ببخشید برادر، تأمل بفرمایید. از شبت بیان که جسارت به آستان حافظ که حافظ قرآن بوده و هست به شبت شکسپیر را هم میتوان حافظ زمانه خود دانید. از شبت قرنهاش که مردم مسلمان و مؤمن ما با تفکر به حافظ بسیاری از مشکلات خودشون رو حل میکنند. بنده پیشنهاد میکنم حال بهتر است از این درام تفعولی گرفته شود تا چه خواهد به اشتا میکنم از دوست دوستم شما این رو بسه ترمانید از رو که بنده استفاره بسیار اشتا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاره بسیار می فرمایند در میام خواب از او شنیدم که می گفت دوست نانا دوست نانا بله هرچی می گفت دزد مونا نازنینم باید احتیاط کنیم و عشق خود را تنهم در بنده نمیدونم اینها حلال و محرم یکدیگر هستند یا نیستند. ولی خواب دیده توجه بفرمایید حضرت حجت الاسلام. خواب دیده اطلبون الهی خواب دیده اونگاه دست مرا گرفت و گفت او نوشین لبت اباحت دارم آجام. درست است که روحانیت باید همه مسائل رو مطرح بکند ولی دیگر او خنوشی نبه من که دیگر حضرت الاسلام جنبه تمثیلی دارد، چنان که لسان الغیب هم بسیاری از این اصطلاحات عرفانی و ربانی رو به کار بردن تا آنجا که به لسان عرفانی می فرمایند بید بشته یه تصویح اگر بکسست معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود که ساعد ساقی سیمین ساق در اینجا اشاره به لطایف عرفانی و ربانی توجه شده. صحیح، پس قضیه عرفانی بوده. بله نشاط و آنگاه و آنگاه چنان سخت و سفت مرا بوسید و آنگاه چنان سخت و سفت مرا بوسید. آخ
اینجا که دیگر عرفانی نیست آجان. بوشید که یعنی دیگر بوشید. حضرت استاد جعفری در کتاب کشف العرفان در مکشوف اللغات فرمودن که آجان بوشیدن معنی مجازی و عرفانی نداره آجان. نداره حتی جمعه که فرشان بنده با پس گرفتن پیشنهادم پیشنهاد میکنم که از آخر آغاز کنید. از آخر بشمارید. اتفاقا در علوم جدید و قدیمه شمارش معکوس هم وجود داشته. دوستان چیه؟ لحفا کمونیستیه. باید شدی برادران و خواهران شد؟ برادران و خواهران ما تکه آخر رو فلسفی میکنیم همینجور دندقه میزنیم تا برسیم جلو. نه برادر اوتلو، متوجه باشین که ساخت درام در معنویت حقیقی و درایت کامل و اندیشه بهرگرفته از اهداف انقلابی است. یعنی ما باید بفهمیم هسته هلو واقعا هسته هلو تا هلو رو بخوری. هلو رو که نخورده نمیتونی هستش رو پیدا کنی. هنر انقلابی قبل از همه به محتوای سیاسی ایدئولوژی قضایا توجه باید کنه. آقا خود قسمت خوراکی هلو مطرح نیست. بنده در کتابم معروفم هنر اسلامی اجازه فرمایید در صفحه 104 این مطلب رو عرض کردم که در گفته یه نویسنده هر چرا که لازم نیست و در روند کلی داستان نقشی ندارد نباید به کار آید. منظور بنده از روند چیست؟ ها؟ همان هسته هلوس، هسته سیاسی ایدئولوژی قضایا. از فایده یه هلو فقط هسته یه هلو دید. خفه شده بذار در استاد حرفش بزنه. از اونجا که داستان یا درام اسلامی هنری اسلامی هرچرا که با نظر و شرع و اخلاق اسلامی مخالفت باید کنار گذاشت. متوجه برادر اوتلو؟ نه متوجه نیستم. اجازه بفرمایید برادر. من جوزی مختصر خدمتون عرض کنم. عرض میشود هر شبه که در سوره از صافات آمده است که به خیالم آیه ششون باشد آمده است که این نازلن ناسما از دنیا به زینت الکواکب، یعنی ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان و کواکب آراستیم. منظور این است که در روند هنر متعهد اسلامی ستاره های کوچکی رو که ما میبینیم در واقع به قول برادر استاد هسته های هلو هستن. چرا شاخ و گل و برگ و میگن خود و بچن همه زوجه استاد ارشادتون رو اگر میشه خلاصه تر این تصویر هلو هست. به نظر بنده نظر برادر استاد کاملا درست است که ما ابتدا باید بفهمیم که آخر عاقبت قضیه به کجا خط خواهد شد و سلام. مگه میخوان راه پیمایی کنم؟ برادر یعنی که خوب بتونم بازی کنم. اینم میدونه ولی آقا حاجاقا تو کمیته دستور تو اکید داره جردت. برادر خودم به حاجاقا توضیح میدم خیال تاسوبه باشه. برادر شروع بکنیم بهتره اصلا تمومش کنیم. نه اوکلو تازه در این مورد اصل مطلب میشه. تمرین رو حتما باید ادامه داخل. چشم برادران و خواهران تکه آخر رو که فردا میگویش نابد میگیریم و چک چک خواهش میکنم برادر اوتلو شما با آرامش کامل انگار که در حضور تماشاگران هستی این تکه رو شام کنید. تشکر میکنم برادر اوتلو خواهر بزن خواهش میکنم.
فتنه اینجا خورده همه را او سبب شده و شما این ستارگان آدمگین مپسندید با شما بگویم چه کرده همه را او سبب شده اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفید تر از برف او را که چون مرمر بودگرم صاف است رفت دار نخواهم گرد با این همه باید بمیرد وگرنه من دیگران در بوجه دوستم نظرتون چیه؟ والا برده سر در نمیارم برده سر در نمیارم هر طرف که آن زن به شوهرش خیانت کرده شوهر میخواهد جانش را بگیرد صحیح یک برای میگرد تکرار بفرمایید آه روح من فتنه اینجا بله به مطلب جه بودم اون قسمت آخرش رو تکرار بفرمایید اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفید تر او را زبدار نخواهم کرد با این همه باید دمیرد بگرد باید بمیرد ولی به نظر این عبد حقیر باید این چنین تغییر شود بسم الله القاسم الجباری کشتش با گرش بی کبوکا این زمان بهره حفظ بیزه دین بکشیدش را به چند بودید نظر اساتید چیه؟ بندن همین نظر رو در تحقیقاتم عرض کردم بابا تازه صدای بنده گرفته بود ولی چگونه میمیرد؟ خواهش میکنم برادران تو لو قهده نماز رو قرائت بفرمایید تو نماز دست منا امشب نماز خوانده ایم بله سرور من انشاءالله که مورد قبول باشد اگر مرتکب گناهی شده ای که از آن به درگاه خداوند توبه نکرده ای همین دم طلب آمرزش کن من گرم این خاک پرست ها بعد از نماز طلب آمرزش نمی کنن اینا که این چیزا هرشونه ساج آقا برادرم و خواهرم بله بنده تا یک ساعت دیگر باید در هیئت دولت در باره اعزام به جبهه جنگ حضور داشته باشم خواهش من خلاصه بفرمایید خواهش میکنم این تو تفرات رو توجه چشم به خدا سوگند دست ماریا که به تو بخشیده بودن به چشم خودت دست کن یا دیده وقتی دیده دیده میگه آزم کنم دستمان درست نیست دستمان درست نیست معنی مختلفی در کتب فقهی داره چون این زن زانی نماز خان بوده حتما سجادش رو به اون برادر کاسه کاسه به خدا سوگند سجاده ای را که به تو بخشیده من سجاده را که دست نمیگیرن آقا به خدا سوگند سجاده ای را که به تو بخشیده بودم به چشم خود دیدم که کاسیار روی آن نماز میخواد بله؟
بنده عرض کردم که باید مواظب کبابی بودم. از یک طرف مرتکب زنا می شود، از طرف دیگر روی سجاده زن زانیه نماز می خواند. تو این که که به نفع ما با استفاده از آن می شود ریاکاران را افشا کرد. به شب اگر نظر شما این طور است بسیار بعدش چه می شید؟ بعدش حالا بسی کنی خواهش خواهش لارا فرد رو بکشی اگر دست پا ببنی زن زانیه مدرساس اسلامی باید به سزای اعمال ننگینش برسه، چرا که شوهر مربوطه ممکن است در اسرت باشد و نتواند خون بها بدهد، ولی در لایحه قصاص جمهوری اسلامی آمده است که زن زانیه حتما باید سنگسار بشود. سنگسار؟ بله، این جزء لایحه قصاص جمهوری اسلامی است و شما حتما باید سنگسار بشود. اونم روی صحنه؟ از کجا؟ مردم باید ببینم به عبرت بگیرم. ببین من که خواهد بکنم من خودم فرصا تقدیب این سلسل رو میدم. ببین من که من آتر نیستم. بسیار خوب ضعیفه. اگر گناهی کرده باشی که خوب به سزای اعمال لنگیت رسیدی، اگر هم گناهی نکرده باشی انشاءالله که خوب در اون دنیا رزق روزی شما فراهم است و در چه علمون خواهید بود، در جنت خواهید بود، جزو کشته شدگان راه خدا محسوب خواهید شد. نترسید. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب زن زانیه به سزای اعمال ننگینش رسید انشاءالله که درس عبرت برای دیگران باشد. حضرت جوجه شما می کنم یک لحظه تعامل بفرمایید، صحنه آخر رو هم ببینید به موقع خواهیم شد. نیست برادر وقت هست بسیار بس ببخشید برادر، اون صحنه خواهر امیلیا و برادر اوتلو رو اشتباه می کنم. خواهر امیلیا برادر اوتلو خواهش چشم آری اسف انگیز است. یاگو خوب می داند که او هزاران بار خود را با کاسیو به ننگ آلوده بود. کاسیو خود بدان اعتراف کرده است. از خیر از مفز شیرین زنا بس جذاب لغات هم بچه بود. مسئله طرح و توطئه در درام است قربان. و در همین را عرض کردم که برای معاصی کبیره اول نقشه می چینند و بعد توطئه می کنند. بسیار خوب این خواهر فرمودید که امیلیا خواهر ام لیلا امیلیا منظور همان ام لیلا فرمودید که زن این برادر یاهو هستند. برادر یاهو مبارک است انشاءالله، ولی بنده میخواستم بدانم در نقشه انقلابی درام چگونه ظاهر میشه. چشم، خواهش میکنم خواهر امیلیا دو دیالوگ های انقلابیتون رو بخونید برای اساتید. سرود چشم بود بانو گوش کن میتوانی بشنوی. من در این اتاق سلاح دیگری دارم، شمشیر یا اندرسی که در رودخانه یخبندان آبش دادند. بله مخالف، این نوع کلام کلام گروه های مسلح، اونا با راز و رمز صحبت میکنن، سرور مال اونها. میتونی بشنوی حتما یک نوع رمز. صدا در رودخانه آبش دادن حتما مربوط به یک برنامه عملیات چریکی. اینا چند قرن پیش نوشته شده، چه ربطی به گروه های مسلح و عملیات چریکی داره؟ آقا جان، برادر جان، تخم نفاق از همون ایام کاشته شده. محبر بزرگ ما وقتی فرمودن که اسلام از اول از خبار ملحبین و مشرکین وقت خورده، نفاق از ازل و ابد بوده. شیطان آجا، شیطان از ازل و ابد بوده است. شیطان بزرگ یعنی همین افکار، یعنی رد کردن، یعنی در اصطلاح چه میگویم؟ یعنی کد.
یعنی به اشاره را گذنم گفتن حتی آقا میخواین کلیف بزنم به برادران لوله جاسوسی اصناد و مدرکن اتل رای فلان فلان شده بیارن اینجا برادر اون که خیلی وقت کشی که مردیه چی رو مادر؟ مرکز دست انقلاب تو رو گنده نشسته اینجا خودشم که نگه من اتل رو هستم صد دفعه گفته خب اصناد و مدرکشم که هر یه آزب تو لوله جاسوسی وظیفه داستا انقلاب اینه که این اتلو متلو ها رفت و مفضوعه را در فتیفان به خون از سید و شهده ها خدا مادرم سانه این جیگرش رو سلاخ سلاخ کنم اجازه بفرمایید استثنا می کنم اجازه بفرمایید بفرمایید به موقع به موقع رسیده از به نظر بنده حضرت اون چطور اسلام در اینجا برای این صحنه به نظر حقیق بهتر است که برادر استاد اظهار نظر بفرمایم که به طور کلی باید عوض شود. منظور این است که دلیل نمایشنامه قالب زیباشناسی روحی و الهی به قول استاد جعفری از تماس سطحی و تماشا و نظر گذشته و به لطف الهی پیوسته یا به قول شهید مهراب استاد دسته زیبایی شکل شمایل دیگری پیدا بکند. یعنی منظورم این است که تعویض قالب و محتوا به طور کلی به طور خلاصه عرض کنم یک نمایشنامه باید نابودی مخالفین جمهوری اسلامی را بخواهد دو اسلام علیق با تمام زیبایی‌هایش بتواند مشکلات و معضلات مصدفان جهان را حل بکند در این نمایشنامه بسرفنگی آه بارم باشی آه پرد من خواهد افتاد بنده چه میدونم؟ بنده در تفسیر خراسه المنج مرحوم حاج ملا علی کاشی رضی الله عنه خونده بودم که اشاره کرده بود به زنا با انباز حتی با حلال خویش و این که آخر عاقبت اون زانی و این زانیه در طبقه پایین زمهریر جهنمه اونجایی که آتش و یخ رو به هم آمیختند و این چنین ناکسون رو برای ماهای غاشیه کباب میکنند آیون نه آقا این نمایشنامه به ظاهر اسلامی آیات اون به استکبار جهانی رابطه داشته حتی اون جبهه صهیونیسم بین الملل اینها دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستن نه آقا عباسی آقا عباسی آقا عباسی آقا عباسی آقا عباسی آقا عباسی آقا پیش از آن که بروید با شما چند کلمه سخن دارم از شما توقع دارم در گزارش های خود از من چنان که هستم بنویسید نه از بار گناهانم بکاهید نه از سر بدخواهی چیزی بر آنها بیفزایید خیال میکنی از دوره تاغوته تا انقلاب باید تصمیم میگیره در پاستا در رحمت الهی روی همه گشوده است برادر شاکسپیر شاید به فرد روز به توابی و این را نیز اضافه کنید که روزی مردی دستار به سر دیدم که دعوی پیامبری داشت بر هرچه شرف و مردمی بود ناسزا می گفت قوم خیش را واداشت تا هرچه نیکی و زیبایی به نابودی کشند یاران خود را ندا داده آهنگ او کردیم جلوی آن سگ ملعون را گرفته و زندگی بدید
آقای دکتر سعدی هم اینجا از ایشون خواهش میکنم تشریف بیارن.